به نام خداوند جان و خرد. سلام به میز نقد هفته. این هفته خوش آمدید. قبل از اینکه نقدی در کار باشم امشب، اجازه بدید راجع به سردارترین سردارمون حرف بزنیم که فقدانش عظیمه و این فقدان عظیم رو تجربه کنیم، به جان تجربه کنیم. من شخصا قضیه برام هم شخصیه، هم ملیه و هم بین‌المللیه. یعنی شخصا در دلم از نبود این آدم عزادارم. آدمی که فقط کنشمند و یل میدان جنگ نبود، آدمی که کنار مردمش بود، کنار پابرهنه ها بود و تیمش مملو از پابرهنه ها بود. با پابرهنه ها جلوی امریکای جهانخوار ایستاد و اونجا رو کرد سرزمینی که اونا باید فرار میکردن. قاسم سلیمانی کسی بود که هم وظیفه ملی شد و درست انجام داد در جنگ تحمیلی و خوشا به حالش. قاسم سلیمانی کسی بود که بعد از پایان جنگ رفت وظیفه‌اش رو ادامه داد در دفاع از مرزها، در بیرون مرزها. قاسم سلیمانی فقط یک عنصر ملی برای ما و نماد مقاومت ملی نبود. قاسم سلیمانی از نظر من نماد مقاومت همه مردم آزاده جهان بود. فکر میکنم همه آزادگان جهان امروز عزادارن و امیدوارم تجربه این عزاداری رو، غم این عزاداری رو به نیرو تبدیل کنن، نیروی اتحاد در مقابل امریکا، در مقابل همه زورگویان جهان. قاسم سلیمانی مردم بود، نه در کنار مردم، خود مردم، بخشی از مردم. قاسم سلیمانی لبخند داشت. وقتی به پدرش میرسید دست پدرش رو میبوسید، پدر روستایی رو. این آدم تو میدون جنگ با دشمن چنین یلی بود، در کنار مردمش روی زمین در کنار پدر کشاورزش عین اون بود. و وقتی هم از دور می دیدیش لبخندش هیچ بویی از سردار بودن اونم چنین سرداری نمی داد. فروتنی و عمل کنشمند قاسم سلیمانی بود. حرف نمی زد، ادعا نمی کرد، رجز نمی خوند، شعار بی خودی نمی داد، عمل می کرد، عمل واقعی می کرد و همه جا این عمل کنشمندش سمت و سوی درست داشت. در عراق هم همینطور بود، در سوریه هم همینطور بود. کسانی که قاسم سلیمانی رو زدن یه چیزی رو نمی فهمن با فشار یک دکمه یک راکت از پشت یه یل جنگی رو زدن. هنر نیست، قدرت نیست، اوج ضعفه، اوج زبونیه، اوج باخته. امریکا این بازی رو نبرده، این بازی رو باخته، آغاز باخته. از امروز به نظر من همه آدم های مقاوم و ضد امریکا بلند خواهند شد علیه امریکا و امریکا رو در انفراد کامل خواهند گذاشت. امروز همه یه کسایی که عزادارن با خون قاسم سلیمانی قوی تر خواهند شد و کنشمندتر علیه امریکا. امروز قاسم سلیمانی رفت، یک نفر بود اما یه ملت بود. واقعا اگر اون یک نفر نبود ملت نمیشد در کنار بقیه، با بقیه. من شخصا فکر میکنم 30 سال گذشته ما همچین غمی ما ندیدیم،
همچین غم ملی ندیدیم، همچین عزیزی رو از دست در این 30 سال ندادیم. غمش سنگینه، این سنگینی رو مزه مزه کنیم، به جان بچشیم، تبدیلش به نیروی کنش علیه دشمنان قاسم، دشمنان این مردم و دشمنان همه مردم تحت زورگویی امریکا تبدیل کنیم. قاسم سلیمانی عزیزیه که باید تو جانها نیرو بده و خونش جریان را بندازه. جریان یک کنش جمعیه بیش از ملی، کنش همه مظلومان جهان. روح شاد، راهش برقرار و مستدام.